به تالار علم فیزیک خوش آمدید. از این طرف لطفا. الکتریسیته قسمت چهارم، روش های باردار شدن اجسام، رسانه ها و نارسانه ها. سلام بچه ها، در برنامه های قبل درباره بارهای الکتریکی و پایستگی بارهای الکتریکی صحبت کردیم. همچنین در مورد باردار شدن اجسام چیزهای یاد گرفتیم. امروز میخواییم در مورد روش های دیگه باردار شدن اجسام صحبت کنیم. استاد اجازه، میشه منم سلام عرض کنم؟ بله، خواهش میکنم، بفرمایید. سلام دوستان عزیز، امروز میخواییم در مورد همین مطالبی که استاد گفتم براتون صحبت کنیم. بفرمایید استاد. بله درسته، روش اول که دیدیم اصطلاحاً روش مالش نامیده میشه. وقتی دو جسم متفاوت رو به هم مالش میدیم، یکی از اونها تمایل بیشتری برای جذب الکترون داره و بارش منفی میشه و در عوض جسمی که الکترون از دست داده بارش مثبت میشه. عجب، چه جالب استاد، یعنی بین همه اجسام؟ شما گوش کنید توضیح میدم. چشم. در طول سالهای زیادی که از تاریخ الکتریسیته گذشته، به تجربه مشخص شده که میله پلاستیکی در اثر مالش با پارچه پشمی دارای بار منفی میشه. البته اون قدیما که پلاستیک نبوده، از صمغ برای این آزمایش استفاده میشد و اصلا اگر راستش رو بخواین اسم اولیه بار منفی سیال الکتریکی صمغی بوده. صمغی؟ همینطور میله شیشه‌ای در اثر مالش با پارچه ابریشمی دارای بار مثبت میشه و اسم اولیه بار مثبت هم سیال الکتریکی شیشه‌ای بوده و مواد دیگه در اثر مالش با هم یا رفتاری شبیه رفتار صمغ داشتند یا رفتاری شبیه شیشه و اصلا تقسیم بندی منفی و مثبت بعدها به وجود اومد. مثلا در برنامه قبل شونه و موهای من در اثر مالش با هم باردار شدن. شونه دارای بار منفی و موهای من دارای بار مثبت. البته ما هیچ کدوم از این رفت آمد بارها رو نمی دیدیم، بلکه از اثرات اونها متوجه جا به جا شدن بارها شدیم. اگه بخوایم همه حرفایی که گفتم رو در قالب یک آزمایش علمی ببینیم، به شما توصیه می کنم با ما همراه باشین. خیلی خوب. اگه دو میله پلاستیکی رو با پارچه پشمی مالش بدیم و یکی رو از جای آویزان کنیم تا بتونه آزادانه حرکت کنه و دیگری رو به اون نزدیک کنیم، همدیگر رو دفع میکنن. اگه به جای یکی از میله های پلاستیکی یه میله شیشه ای که بار مثبت پیدا کرده قرار بدیم، چه اتفاقی میافته؟ جذب و دفع همون رفتاری که اجسام پس از باردار شدن از خودشون نشون میدن و ما میفهمیم اجسام باردار هستند یا نه. همه آزمایش های بالا نشون دادن که دو جسم در اثر مالش باردار میشن، ولی همیشه این اتفاق نمیفته. اگه ما به جای میله پلاستیکی یه میله فلزی رو مالش بدیم، متوجه میشیم که اون باردار نمیشه و در این حالت جذب و دفع رو دیگه نمیبینیم. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟ استاد، شاید به اندازه کافی مالش ندادیم یا شاید هم بارای تولید شده از بین رفتن. فکر نمی کنم منظورت از این جمله نقض قانون پایستگی بار الکتریکی بود. احتمالاً منظورت این بود که شاید از جسمی که در دست ما قرار داره به دستمون وارد شدن و از اونجا در بدن ما پراکنده شدن. درسته؟ بله درسته. حدس درسته. در بعضی از اجسام بارهای الکتریکی میتونن جا به جا بشن و بنابراین نمیمونن که ما رفتارهای اونا رو ببینیم. به این اجسام اصطلاحاً میگن رسانا و به اجسامی که بارها در اونها نمیتونن جا به جا بشن میگن عایق یا نارسانا. این که داخل اون مواد چه خبره یک بحث پیچیده علمیه، اما اگه بخوایم راحت بیان کنیم اینه که در اجسام رسانا الکترون ها آزاد هستند که هر کجا بخوان برن، اما در اجسام نارسانا الکترون ها آزاد نیستن. بنابراین بارهای الکتریکی موقعی که وارد یک جسم رسانا میشن پخش میشن، اما وقتی که وارد یک جسم نارسانا میشن همونجا باقی میمونن.
پس نمیشه اجسام رسانا رو به وسیله مالش باردار کرد. برای باردار کردن یک جسم رسانا کافیه یک جسم از قبل باردار شده رو با جسم رسانایی که به یک جسم عایق متصل شده و نمیتونه بارش رو تخلیه کنه تماس بدیم. پس با این روش، یعنی روش تماس، هم میشه اجسام رو باردار کرد. البته به یه چیزی باید توجه کنیم. موقعی که ما یک جسم از قبل باردار شده رو نزدیک یک جسم رسانا ببریم، اتفاق جالبی میفته. مثلا اگر آزمایش رو در مورد یک گلوله رسانای سبک که به یک تکه نخ آویزان شده انجام بدیم، میبینیم که گلوله ابتدا جذب میشه، به میله باردار منفی میخوره و سپس دفع میشه. به نظر شما اینو چطور میشه توجیه کرد؟ اگه به نزدیک شدن میله پلاستیکی منفی به کره رسانا دقیق تر نگاه کنیم، متوجه میشیم وقتی میله به کره رسانا نزدیک میشه، بارهای منفی روی کره از میله دور میشن و بارهای مثبت کره به میله نزدیک میشن. پس جذب آونگ رو اینجوری میشه توجیه کرد. حالا اگه میله به کره برخورد نکنه، این جدایی بار که به وجود اومده باقی میمونه. و اگه ما یه جوری بارهای منفی روی کره رو که از میله دور شدن از کره ببریم بیرون، بارهای مثبت باقی میمونن. بله، این روش میتونه برای باردار کردن اجسام رسانا مورد استفاده قرار بگیره. به این روش میگن روش الغا. مثلا اگر آزمایش قبل رو با دو کره انجام بدیم، دو کره باردار با بارهای ناهمنام و مساوی داریم. در اینجا تونستیم بارهای مثبت و منفی رو از هم جدا کنیم. البته آزمایش الغای بار الکتریکی رو میشه به صورت‌های دیگری هم انجام داد. یعنی مثلا یکی از کره‌ها رو حذف کنیم و بارهای منفی رو به زمین انتقال بدیم. بسیار خوب. پس فهمیدیم به سه روش میشه اجسام رو باردار کرد. یک، روش مالش. دو، روش تماس. سه، روش الغا. استاد، روش دیگه‌ای برای باردار کردن اجسام وجود نداره؟ چرا، ولی این سه روش روش‌های اصلی‌اند. ضمناً اجسام از نظر الکتریکی تقریباً دو دستن. من میگم استاد، اجسام رسانا و اجسام نارسانا. اغلب فلزات رسانا هستند و موادی مثل چوب و پلاستیک نارسانان. آب مقطر تقریباً نارساناست، ولی آب لوله‌کشی کاملاً رساناست، چون داخلش املاح داره و باعث رسانا شدنش میشه. استاد، چرا گفتین تقریبا دو دسته؟ برای اینکه دسته دیگری هم وجود دارن به نام نیمه رسانه‌ها یا نیمه هادی‌ها. بعضی از عنصرهای جدول تناوبی مثل سیلیسیوم در شرایطی رسانه هستند و در شرایطی نارسانه. سیلیسیوم همون ماده سازنده شیشه؟ بله، همون که باهاش پردازنده منو ساختن. یعنی من بعضی موقعا رسانه هستم و بعضی موقعا نارسانه؟ برای جواب این سوال باید تو بانک اطلاعاتی خودت در مورد مهندسی الکترونیک و فیزیک حالت جامد جستجو کنی، که الان دیگه وقتش نیست. پس تا بعد، خداحافظ. اینجا همیشه کسی هست که منتظرتون باشه.